من در مورد سرد و سرمش حرفی رو نزدم. ببینید این فقط مردم ایران نبودن، این فقط ما ایرانیان نبودیم که در اون 15 سال به این نتیجه رسیده بودیم که باید یه حکومت مقتدر و مرکزی به وجود بیاد. انگلیسان به این نتیجه رسیده بودن، آمریکاییان به این نتیجه رسیده بودن. برای اینکه شما خودتو بذار جای انگلیس، زبونم لال بلا تشبیه، شما آقای دکتر رجب خودتو بذار جای حکومت لندن، شما میخوای با 200 فرقه 200 خورده حکومت طرف باشی یا میخوای با یه حکومت مرکزی در تهران طرف باشی؟ حداقل از بابت نفع و منافع ملیت و غیر و ذالک شما میخوای با یه حکومت مرکزی طرف باشی. پس میپذیرید که رضا خان رو انگلیسیا یعنی معتقدید اینو؟ عزیز من ببینید این عقلا و منطقا همین الانم انگلیس‌ها برای افغانستان یه حکومت مرکزی میخوان، برای عراق هم یه حکومت مرکزی میخوان، برخلاف تصوری که ما داشتیم که بافیدیم برای خودمون تفرقه به انداز حکومت بکن، اصلا اینجوری نبوده. منتها اشکال اساسی این بودش که انگلستان میگفتش که حکومت مرکزی در قالب همون توافق وثوق الدوله و قرارداد معروف 1919، انگلستان میگفت من حاضرم از حکومت مرکزی حمایت بکنم، سرباز بدم، نیرو بدم، بودجه بدم. اجازه میدید همین بحث رو حمایه من بشه؟ اب نداره. اجازه میدید همین آقای نجفی. آقای نجفی من در آقای دکتر من یه پیشنهاد که من آقای دکتر کاشان حتما جمله رو من ببخشید بگم، اونم این که در حقیقت خود چرچیل در خاطراتش میگه در مورد رضا خان، ما خود ما او رو بر سر کار آوردیم، خود ما هم بردیم. یعنی الان البته آقای زیبا کلاممون بحث تحتل مایگی رو مطرح کرد. بفرمایید شما نکتتون رو ببینین. من دیدگاه خدا هم میخوام مطرح کنم، پست شاید شما جای خودش. یک نکته این که از جنبه بحث رضا شاه و بردنش از ایران شاید یه مقداری بتونیم با حزب بعث و صدام حسین هم مقایسه‌ای بکنیم. خب چرا بردندش؟ اونم که یه آدمی بود که در جهت منافع خارجی با همون جنگی که علیه ما انجام داد خیلی خدمت کرد. اما خب اینها به یک جایی میرسن که منفور ملت‌هاشون میشن، یعنی مردم دیگه از اینها خیلی تبعیت نمی کنه. همونطور که تمام نکات آقای دکتر فرض میگیرین درست، ولی خب معدل رو خود ملت ایران گرفت و وقتی رضا شاه از ایران فرار کرد مردم شاد شدن، علارغم حضور اجانب در ایران که اشغال کشور به قدری مردم از این سلطه ناراحت بودن، علارغم همه اینها که آقای دکتر برشمردن و وجودم داشته بعضیاش بله، اما معدل رو خود مردم گرفتن دیگه، نخواستند. یعنی از رفتن دیکتاتور شاد شدن ولو به قیمت آوردن خارجی ها. عین این قضیه در عراق هم انجام شد. در یک مقطعی مردم عراق از اینکه صدام حسین از کشورشون رفت ولو اینکه خارجی ها اومدن در مرحله اول مقداری استقبال اعاده کرد. انگلیس ها به خاطر اینکه مردم ایران خوشحال نه دیگه زمینه ای نداشت، استعمارگران به خارجی ها حضور فعالی دارن در کشور. خب شما در این شرایط ببینید اتفاقا شما نقطه بحث رو به یه جای خوبی رسوندید، چون ما قصدمون توقف در دوره رضا خان نبود. خود ببین آقای دکتر آقای دکتر نوبت من دیگه اگه اجازه بدید یه دقیقه آقای زیبا کلام چند بار صحبت کردم درون سینه اگر گویم زبان سوزن اگر ببینید آقای چیزم میگن یک دقیقه اجازه میدید آقای سلیمی نوی یک دقیقه شونو بگم من شما آقای سلیمی نوی بفرمایید منتها کوتاه ما همه چیز رو دست آقای زیبا کلام البته شما مفصل بحث کردید اجازه بدید ایشون بله دچار تناقض‌هایی میشن. ایشون از یه طرف مدعیان حالا این در کجای تاریخ ثبته که من خواهشم اینه شما از رضا خان بیاید به دهه 20 چون بحث رو آقای دکتر نجفی به جای خوبی رسوند. نه حالا بذارید من یه چون ایشون یه ادعایی کردن که هیچ سندیت تاریخی نداره پس مختصر بفرمایید من لاقل این رو در تناقض فرمایششون مشخص کنم. بله. اگر اینجوری که ایشون مدعی هستن همه ملت ایران از عملکرد رضا خان خوشنود بودن ولو اینکه دیکتاتور منایشانه در خدمت ملت ایران باشه، چرا انگلیسی ها وقتی که از طریق فروغی بو گفتن باید دیگه بری چرا نگفت که همه ملت ایران از من حمایت میکنن من با اتکای این آقای سلیمی دارم اون 4 سال رو میگم شما اومدید دارید شهریور 20 رو میگی عزیز من لاغر گوش بده رضا خان دارم میگم بعد مخالفت بکن در میان ملت ایران داشت علی القاعده وقتی که بیگانه بهش میگفت که آقا بی برو
میگفت نه من ملت ایران هستم که بعد سرنوشت من تعیین کنند. شما قرار بود که از اینجا یه پلی بزنید به دهه 20. خود این الان اعتراض جلسه اینه که چرا ما پیامدها رو بس نمی‌کنید. خود این معید اینه که آقای زیبا کلام بدون سند داره صحبت میکنه. به هیچ وجه من وجوه از عملکرد رضا خان ملت ایران نه قبول نمیکنم آقای دکتر باشنی، قبول نمیکنم. برای اینکه جنازه رضا شاه، پس ببین آقای دکتر عجبی، من نخواستم قبل بکنم حرف آقای دکتر باشنی و حرف آقای دکتر نجفی رو. جنازه رضا شاه وقتی اومد هزاران نفر از مردم ایران رفتن به استقبال و فدایان اسلام کتک خوردن از مردم، چون فدایان اسلام می‌خواستن به هم بزنن با راهن جنازه رو آورده بود و مرحوم آیت الله کاشانی و مرحوم آیت الله بروجردی اجازه نداد، اصلا گفت شما اصلا دخالت نکنید. چه ببینید اگر درسته بود استبداد و دیکتاتوریش بود، ولی مردم خون نبودن که مردم کارایی هم که کرده بود میدیدن. به علاوه جنازه‌اش داره چند سال بعد از سقوطش میاد، یعنی یواش یواش خیلی ها دارن میگن که بابا رضا شاه هست که خیلی هم بد آدمی نبوده. این بی ثباتی، این هرج و مرج، این چیزایی که الان به مملکت حاکم شده، یه جور نگاه مجدد به رضا شاه به وجود میاد. به همین خاطر هستش که جنازه‌اش وقتی میاد خیلی‌ها میرن به استقبال. آقای سلیمی نوی شما کوتاه بفرمایید، چون یک فرصت کوتاهی هم با آقای دکتر کاشانی بدیم. بفرمایید. ببینید این تناقض رو ما صدای آقای سلیمی نوی رو نداریم. بله الو. بله بفرمایید. ببینید شما تو خاطرات آقای ابوالحسن ابتهاج میگه که من بعد از اینکه اومدم سر کار سوال کردم که مثلا چرا کارخونه قند رو بردن در شمال زدن، که این که اصلا اونجا چغندری وجود نداره، اونجا اصلا چغندر نمیتونه به عمل بیاد. بعد من دیدم که دستور رضاخان بوده برای اینکه در واقع زمینایی که از مردم گرفته بود رو بتونه قیمتش رو ارتقا بده. آقای سلیمی نوی در ارتباط با بحث یه لحظه آقای سلیمی نوی معذرت میخوام آقای سلیمی نوی، ما یک برنامه رو میخوایم اصلا پیشنهاد بدیم حضرت عالی با آقای دکتر زیبا کلام اصلا حضوری تشریف بیارید راجع به رضا خان بحث بکنید. اجازه بدید بیایم تو دهه 20 باشه این کارو. چرا باز دوباره این بحثا رو دوباره بحثای بدون سند و در واقع خب فقط شما اسنادتون رو اونجا ارائه بدید. در انگلیسی‌های داریم بدون سند تکرار می‌کنیم. خب شما اسنادتون رو اونجا ارائه بدید. بله قطعاً، اینو که خب اینو مسلمات تاریخه. بله. ولی شما الان مطلبی که دوستان داشتن بس میگن آقای نجفی فرمودن که همین مسائل و تلمبار شدن این روایت‌های متعدد موجب شد که در دهه 20 ما یک فضایی رو پدید آوردیم که این فضا دقیقاً زمینه‌های تضعیف نهضت ملی رو فراهمورد. شما از بحث رضاخان بگذرید، اجازه بدید اونو در یه میزگرد جداگانه خود شما با آقای زیبا کلام اصلا بیایید بحث کنید. خب این بحث مطرح بشه. ببینید چون عرض کردم هدف آقای زیبا کلام تبرئه انگلیسی‌هاست نه رضاخان. چون رضاخان عرض کردم اگه کارنامه‌اش یه کارنامه سیاهی باشه، این متوجه انگلیسی‌هاست به عنوان کسی که همه در همه اسناد تاریخی اومده که او توسط انگلیسی ها رو کار اومده. بنابراین یا در این برنامه این بحث ها مطرح نباید میشد، ما راجع به نهضت ملی شدن سمت نفس صحبت میکردیم، بر اساس اون قول دیشبمون میموندیم، میومدیم اینو در یه جلسه ای به صورت مستند صحبت میکردیم. بله. یعنی آقای زیبا کلام وقتی ادعا میکرد که مثلا شمشیر رضاخان بر سر خزعل بود، خزعل اومد در تهران همچنان رابطه شو با رضا خان داشت، پسرش شد آجودان محسوس رضا خان. اصلا این نبود. آقای سلیمی نمی ببخشید من کلام شما رو قطع میکنم. خدا کاششون بفرمایید. آقای سلیمی نمی ببخشید، ببخشید آقای سلیمی نمی، من کلام شما رو عذر میخوام قطع میکنم، چون آخرای برنامه‌مون هست. من یه فرصتی رو اجازه بدید چون آقای کاشانی بحث رو در مورد ریشه های تضعیف ملی شدن نفت میخوان دنبال کنم، من اجازه بدید باز مجدداً در خدمت شما آخر برنامه خواهیم بود. اصلا یا بحث و ناش یا ایجاد ارتش توسط رضاخان، واقعا کدوم ارتش غیر از سرکوب رو؟ آیا ارتش رو ایشون معنی ارتش رو نمیفهمه؟ ما این فرصت رو ارتش یعنی دفاع از کیان کشور، رضاخانی که شما آقای سلیمی نمین، ما این برنامه رو با من عرض کردم به اتفاق جناب عالی آقای دکتر زیبا کلام در برنامه زنده استودیو خواهیم داشت، دنبال خواهیم کرد. اگه اجازه بدید آقای کاشانی نکاتی دارن حالا در ارتباط با همون قضیه و به اضافه قضایایی که در دهه 20
ارز کنم که من بذارید جناب دکتر رجبلو من بحث گذشته ها رو آقای دکتر آقای سلیمی نمین اگه اجازه بدید چند لحظه شما البته ما پشت خط شما رو خواهیم داشت اجازه بدید آقای کاشانی چند نکته رو میخوان بیان کنن بعد مجدد یک تقسیم کوتاه وقت